ساعتی پس از اعلام خبر درگذشت نلسون ماندلا رئیس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی رهبران دیگر کشورها در سراسر سر دنیا با ارسال پیامهایی نسبت به این واقعه ابراز تأسف کردند باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نشستی در کاخ سفید گفت از همکنون بیایید بابت این حقیقت که ماندلا زندگی کرد شکرگزار باشیم مردی که تاریخی را در دستان خود گرفت و انسانها را به سمت عدالت هدایت کرد سفر او از یک زندانی به یک رئیس جمهور تجسم این وعده بود که انسانها و کشورها می توانند شرایط را به سمت بهتر شدن تغییر دهند یادش گرامی و خدا او را در آرامش و صلح حفظ کند And keep him in peace. جکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی ضمن اعلام این خبر در ساعات پایانی پنج شنبه گفت که مردم آفریقای جنوبی پدر خود را از دست دادند همزمان بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد نیست طی سخنانی گفت عمیقا از درگذشت نلسون ماندلا متاثر شدم ماندلا نمادی از عدالت و الهام بخش بشریت بر روی زمین است بسیاری در سراسر سر جهان تحت تاثیر او برای کرامت انسانی و آزادی و برابری فداکارانه مبارزه کردند او بر روی زندگی تمامی ما عمیقا تاثیر گذاشت نلسون ماندلا پس از ماهها بیماری در سن 95 سالگی درگذشت